من هر روزم رو در انتظارم تا محبوبم رو دیدار نمایم، او رفته از خانه ای بسازم تا برگشته به خانه ام مرم. پس بیا ای محبوبم ایسا، در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای محبوبم ایسا، در انتظار دیدار هستم. محبوبان در خداوند، خدمت شما سلام عرض می کنم با این درس که درس 14 هست در سری درس‌های بر اساس کتاب غزل‌های سلیمان. ما در این کتاب سروده ای رو می‌خونیم که یک پارچه هست از اول تا آخر، اما گفت و شنود بین محبوب و محبوبه. و در این گفت و شنود که در وصف هم دیگه میگن محبوب به شخصیتش هیچ وقت عوض نشد، اما محبوبه پستی و بلندی هایی داشت. و درس این جلسه‌مون که بر اساس باب 5 آیات 2-8 هست، یکی از اون موارد ناخوشایندیه که در محبوبه دیده میشه. شاید درسی باشه برای ما به عنوان ایمانداران در رابطه‌مون با داماد آسمانی. باب 5 آیه 2-8: من در خواب هستم، محبوبه میگه، اما دلم بیدار است. آواز محبوب من است که در میکوبد و میگوید از برای من باز کن، ای خواهر من، ای محبوبه من، کبوترم، ای کامله من. زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است. رخت خود را کندم، چگونه آن را بپوشم؟ پایهای خود را شستم، چگونه آنها را چرکی نمایم؟ محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مر و از انگشتهایم مر صافی بر دسته قفل بچکید. به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم، او را خواندم و جوابم نداد. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختند. دیدبانهای حصارها برقع مرا از من گرفتند. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که اگر محبوب مرا بیابید وی را بگویید که من مریض عشق هستم. و موضوع درس ما این هست: ای کاش دل من با محبوبم کامل می بود. در این بخش ما میخونیم ثمرات بیتفاوتی رو و امیدوارم دلایل این بیتفاوتی ها رو نیز خدا برای ما آشکار کنه. مشارکت ما با خدا بنا به دلایلی ضعیف میشه، صدمه میبینه، قطع میشه و نباید در اون حالت بمونه. چون تنها چیزی که مشارکت ما با خدا رو صدمه میزنه گناه از طرف ما، و باید گناه توبه کرده بشه، اعتراف بشه تا این مشارکت اصلاح بشه. اول یوحنا باب 1:9 میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اول یوحنا باب 2 میگه گناه نکنید ای برادران، گناه نکنید، اما اگر کسی گناهی کنه شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. پس وقتی گناه رخ میده مشارکت صدمه میبینه و با اعتراف و توبه ما برمیگردیم به حضور او. این قسمت داره به ما میگه بله ما گناه میکنیم، بله ما میفتیم، بله تا زمانی که در این جسد خاکی هستیم، در این جسم هستیم، مشارکت های ما دقیق دقیق کامل کامل 100% با او نیست. ما همیشه میخواییم با او باشیم ولی این عملی نیست، نمیشه. ولی او وعده داده همیشه با ما باشه و همیشه هست. و ما میدونیم میافتیم، گناه میکنیم، صدمه میبینیم مشارکت تا زمانی که از جسم آزاد بشیم، زمانی که او را رو در رو ببینیم. چنان که او همیشه با ماست
ما نیز همیشه با او خواهیم بود. این رابطه هیچ وقت تضعیف نخواهد شد. چطور داره تضعیف میشه؟ دقت کنید چند مورد رو در این آیات بخونیم. خود محبوبه اقرار میکنه من در خواب هستم. خواب. یادتونه متی باب 25 مثالی که عیسی مسیح گفت در رابطه با 10 باکره، 10 تا عاقل، 10 تا ناعاقل، جاهل. عاقلان با خودشون روغن به اندازه کافی داشتن ولی جاهلان نداشتن و وقتی داماد اومد همه بیدار شدن، همه خوابیده بودن، هر 10 تا خوابیده بودن، ولی وقتی ندا اومد همه بیدار شدن و چی شد؟ 5 تاشون آماده ورود در عروسی بودن، 5 تا دیگه رفتن تازه آماده بشن که فرصت رو از دست دادن. پس این خواب برای همه هست، این افتادن در وسوسه ها و گناهان برای همه ماها هست. سوال اینه که وقتی ما بیدار بشیم آیا با توبه و اعتراف و با توکل به خون ریخته شده عیسی مسیح بر روی صلیب به حضور پدر میاییم تا باز آرامی یابیم یا نه؟ چه چیزهایی میتونه باعث بشه که ما بخوابیم؟ مذهب، اصول مذهبی. چه چیزی میتونه کمک کنه که ما شدیدتر بخوابیم، بیشتر بخوابیم؟ وقتی که زندگیمون رو وقف کنیم برای یک زندگی بی ثمر به بطالت و بیهودگی، وقتی که ما خدمت بکنیم با قرقر، همهمه، شکایت، وقتی چشمامون به دیگران باشه تا به خدا، وقتی دنبال جلال خودمون باشیم تا جلال خدا، وقتی که آن غیرتمون رو برای خدا از دست داده باشیم، ما خوابیدیم. چه خواب نازی، چه خواب عمیقی، و فقط داره فرصت از دست میره، داره فرصت تلف میشه. این ایراد محبوبه بود. چه ایراد دیگه محبوبه داشت؟ در کنار این که خوابیده داره میگه اما دلم بیداره. واقعا بیداره؟ تصوری که از بیداری داره ضعیفه. تصوری که از بیداری داره آن چیزی نیست که در نظر و در دل خود دامادشه، در دل محبوبشه. و این ایرادیه که در زندگی ما هست. ما توجیه میکنیم خودمون رو. ما خوابیدیم میگیم اما دلم بیداره ها. ما در گناه میفتیم میگیم اما خدا رو دوست داریم ها. ای کاش ما هیچ وقت توجیه نمی کردیم اشتباهات خودمون رو. ای کاش هیچ وقت این دوتا رو کنار هم نمی گذاشتیم. این ضعف ماست. موضوع درس ما چی بود؟ ای کاش دل من با محبوبم کامل می بود. ای کاش وقتی من خوابیدم و او برای من مشخص می کنه گناهم چیه، ایرادم چیه، بهانه جویی دیگه نمی کردم، عذر و بهانه نمی آوردم. عوض این که بگم آره دل من بیداره، میگفتم وای بر من که مرد شقی هستم، من گناه کردم. در رومیان باب 7 پولس اینو میگه. پولس میگه آنچه را که میخواهم نمیکنم، آنچه را که نمیخواهم میکنم. اینا در من هست و توجیه نمیکنه. داره میگه این جنگ در منه و واقعا این جنگ در ماها هست. ما خیلی وقتا دلمون میخواد آنچه را خدا پسندانه است بکنیم، اما در خود کششی نسبت به گناه میبینیم که نمیتونه اراده خدا را انجام بده و برای انجام اراده خدا هم احتیاج داریم ارادش رو داشته باشیم، هم احتیاج داریم قوتش رو داشته باشیم که فقط در توکل به خود مسیح اینها به ما عطا میشه. اما در میان این سردی، این خوابیدن، این مردد بودن، این تنبلی که در محبوبه دیده میشه، عکس العمل محبوب چیه؟ خود محبوبه داره میگه، میگه آواز محبوب من است، داره حرف میزنه، که در را میکوبد
میخواد بیاد، میخواد داخل بشه و میگوید، سخنم میگه، از برای من باز کنه ای خواهر من، ای محبوب من، کبوترم، کامله من، زیرا که سر من از شبنم، زلفایم از ترشحات شب پر است. محبوبه افتاده در وضعیت اسفناکی، این شایسته نیست. محبوب چه کار میکنه؟ محبوب حرف میزنه، محبوب با محبت حرف میزنه، محبوب میدونه این حالت رفع میشه وقتی خودش داخل اونجا بشه، بیدار میشه محبوبه وقتی محبوب بیاد، ضعف ها پوشیده میشه وقتی محبوب وارد بشه. برای همین آواز خودش رو میده، سخن میگه، در رو میکوبد و در سخن گفتن چی میگه؟ ای خواهر من، ای محبوبه من، کبوترم، کامله من، در رو برام باز کن. ما که میدونیم خود محبوبه گفت خوابیده، محبوب داره بهش میگه ای کامله من، ای کبوتر من، ای محبوبه من، ای خواهر من، در رو برام باز کن. میدونی چرا؟ سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است. چه کسی به مانند عیسی مسیح خداوند شبی مثل شب جتسیمانی داشت که عرق او مثل قطرات خون بیاد وقتی که وارد میشه، متحمل بشه آن گناهی رو که ما میبایستی بردوش میگرفتیم، آن لعنت ما رو بر خود بگیره؟ چه کسی مثل او؟ چه کسی مثل او حاضر شد خودش رو بده به داوری عادله خدا تا خود پدر روی خود رو از او برگردانه؟ چه کسی حاضر شد بیاد او جای ما بمیره، گناهکار محسوب بشه، طرد بشه و ما جای او را بگیریم، مقدس محسوب بشیم، عادل محسوب بشیم؟ چه کسی داره میگه ببین من برای تو جان خودم رو دادم، من خودم رو وقف تو کردم، در رو برای من باز کن. به خاطر آنچه که من برات کردم دارم میگم تو محبوبه منی، کامله منی، کبوتر منی، خواهر منی، عزیز منی. و محبوبه حالا خوابیده و جواب محبوبه خیلی خجالت آوره، همین کاری که ما خیلی میکنیم. آیه شماره 3، در قبال این محبت محبوب، محبوبه چی داره بگه؟ حالا اینو بشنو. رخت خود را کندم چگونه آن را بپوشم، پایهای خود را شستم چگونه آنها را چرکین کنم. ای من که اینجا خوابیدم حالا پاشم، ای من که هموم کردم پاشم بیام در رو باز کنم، تو راه رفتم پاهم چرکین بشه؟ عجب بهانه، آن هم برای محبوب. زیاد این محبوبه رو تحقیر نکنیم چون دست رو خودمون گذاشتیم. اینها بهانه هایی است که ما خودمون میاریم، ماها میاریم، بهانه هایی که نمیخوایم بیدار بشیم، نمیخوایم از اون موقعیتی که دیگه راحتیم، نشستیم توش، خوشمون میاد، نه عوض نشه، نمیخوایم تکونی بخوریم. شرمگینه قلبی که سرد شده برای مشارکت با محبوب، دلی که خوشه به این که خب پامو شستم، رختم رو عوض کردم، من دیگه اون آدم اولی نیستم، ولی بذار راحت باشم اینجا. نه، تو آن آدم اولی نیستی که همیشه با دامادت باشی، نه اینکه تو بخوابی در اتاقت و داماد بیرون باشه. سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم نه از دیگران این هست که یا دلمون سرد میشه، چه اوقاتی دیگه بهانه میاریم برای اینکه نه دیگه برکاتو نمیخوایم،
کیا هست که حتی برای او ما عذر و بهانه میاریم؟ وقتی میگه درو باز کن من بیام تو. حتی وقتی با کلمات شیرین ما رو صدا میکنه. و ما همچنان میخواییم در موقعیتی که هستیم بمونیم. یادتونه باب دو؟ برخیز و بیا، زمستان گذشته رفته. حتی داماد از پنجره ها نگاه میکنه، محبوبه نشسته و داماد مجبور دفعه دوم بگه برخیز و بیا. ای خداوند به ما رحم کن تا ما چنین بهانه هایی نیاریم. ای خداوند تو فیض عطا کن تا دل ما انقدر سرد نشه که دلمون بخواد، بیشتر دلمون بخواد تنها باشیم، دلمون رو خوش کنیم با اینکه پاهامون رو شستیم، لباسمون رو عوض کردیم، جامون گرم و نرمه، ولی مشارکت با تو رو از دست بدیم. ای خداوند عطا کن ما به این روز نیفتیم، اما اگر افتادیم زود توبه کنیم. ولی موارد دیگه هم اینجا هست، یک فیض عظیمی هست. آیه شماره 4، محبوب من دست بر نداشته هم اومد سخن گفت، در زد، او رو صدا کرد با کلمات شیرین. خانوم داخل نشسته و نمیخواد. محبوب من دست خیش رو از سوراخ در داخل ساخت، فقط دستش رو نشون داده. احشایم برای وی به جنبش آمد. یک فیض زیاده ای عطا میکنه تا محبوب بدونه هر آنچه که داره ثمر این دسته، دستی که بهش نشون میده این دست تو رو آفرید، این دست تو رو برکت داد. و برای من و شما آن دستی که به ما نشون میده، اون دستی که سوراخ شده بر روی صلیب، به خاطر چنین عملی بود که تو نجات پیدا کردی. اگر پایهای تو شسته شده، اگر لباس تو عوض شده، به فیض من بوده. هر چی داری از من بوده، زیبایی من، کامله من، خواهر من، محبوب من. اگه تو درو باز کنی این برکت برای توه، تو برکت خواهی یافت. پس محبوب داره فیض زیاده عطا میکنه و این فیض زیاده رو شما و من چشیدیم. بارها در گناهان افتادیم، توبه کردیم، بازم توش افتادیم، توبه کردیم، بازم توش افتادیم. لیاقت ما چی بود؟ همونجا در دم خدا ما رو هلاک میکرد، اما هلاک نکرده، فیض زیاده بخشیده، اون دستش رو نشون داده. و اینجاست که احشای محبوبه به حرکت در میاد، به قیلان میاد که یه کاری پاشه بکنه. فکر میکنید چه کاری میخواد بکنه؟ یه کار خیلی شیرین، خیلی زیبا، ولی یه مشکلی درش هست. چیه؟ پا میشه در رو باز میکنه. آیه شماره 5، من برخواستم. چه خوب خوابیده بود آخه، در رخت خودش، پاهاش شسته بود، رختشو کنده بود و نمیخواست چرکین بکنه، اما الان بلند شد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم. داشت در میزد. از دستم مر و از انگشتایم مر صافی بر دسته قفل بچکید. تمام آن برکاتی که از او گرفته بودم اونجا چکید، به چشمم دیدم و بوش در اومد تا به من این پیغام رو بده که ببین هرچه داشتی و باهاش گرفته بودی، خوابیده بودی و از یک طرف میخواستی تنها باشی و من داخل نشم، همش که مال من بود. این دل محبوبه رو شکست که در رو باز بکنه و بالاخره در رو باز کرد. فهمید همه چیزی که داره از اوه، از خداونده. در رو باز کرد، به جهت محبوب خود باز کردم
اما محبوبم روگردانیده رفته بود. او را جستجو کردم و نیافتم، او را خواندم و جوابم نداد، فرصت را از دست داد. کجا رفت؟ چرا رفت؟ مگه نگفت کامله من، خواهر من؟ مگه نگفت من عزیزشم؟ چرا رفت؟ اشعیا باب 54 شاید به ما بگه چرا رفت. اشعیا 54 آیه 8: و خداوند ولی تو میگوید به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه ای پوشانیدم، اما به احسان جاودانی بر تو رحمت خواهم فرمود. شاید این به ما میگه چرا. برای لحظه ای خودش رو پنهان میکنه، دور میشه، به این امید که محبوبه به خودش بیاد، حداقل برای فردا، پس فردا، آینده، که باید رابطهش رو با محبوبش جدی بگیره، چون خیلی چیزها رو از دست خواهد داد. به این میگن یک تنبیه محبتانه، چون خداوند هر که را دوست می‌دارد توبیخ می‌کند. و از عشق عظیمی که نسبت به محبوب داره، وقتی این سردی رو در محبوبه می‌بینه می‌ذاره و میره، تا محبوبه بیدار بشه. و بهتون بگم محبوبه واقعا بیدار شد. چطور؟ به خودش میگه به جهت محبوب خود باز کردم، محبوبم رو گردانیده رفته بود، چون او سخن میگفت جان از من بدر شده بود. بعد از قیام عیسی مسیح، خداوند در راه امواس به دو نفر برخورد میکنه که از اورشلیم به طرف ده خودشون امواس در راهن و دل سپرده بودن به عیسی مسیح، ولی بعد مسیح روی صلیب میمیره. اینا ناامید شدن، اینا میگفتن خب قرار بود که از طریق مسیح پادشاهی بیاد، حالا گرفتن و کشتنش، ناامیدن، دارن میرن، مسیح باشون همراه میشه. اینها راهو به کدورت میپیمایند. مسیح شروع میکنه از انبیا و از موسی و کتب موسی و انبیا شروع میکنه، در مورد خودش بهشون میگه و ثابت میکنه مسیح میبایستی میمرد و قیام میکرد. وارد خونهشون میشه، وقتی نون رو پاره میکنن چشمانشون باز میشه. وقتی چشمانشون باز میشه به خودشون میگن و میفهمن مسیح بود. آیا دل در ما نمیسوخت وقتی که کلام رو به ما میگفت؟ آیا دل در من نمی سوخت وقتی که محبوب من داشت در می زد، داشت سخن می گفت، داشت به من می گفت کلمات عاشقانه می گفت که من پاشم، من تنبلی کردم؟ آیا دل در من نمی سوخت؟ و داره میگه جان از من به در شده بود. افتاد دنبال جستجو، پیداش نکرد، با صدای بلند خوندش، جواب نداد. بیداره دیگه. در آیه 7: کشیکچیانی که در شهر گردش میکنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختند. اگرم بیدار نبود چنان زدنش که بیدار شد. خدا اجازه میده وسایل مختلف، راه های مختلفی پیش بیان تا بالاخره ما رو بیدار بکنه، ما رو جدی بکنه. و در محبت خودش، بله، اجازه میده مصیبت ها هم پیش بیاد تا ما بدونیم ثمر اون دل سردی ها و بی تفاوتی ها و مردد بودن ها چی میتونه باشه. و اما آخرین نکته، یک امید هست در آیه شماره 8: ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدم که اگر محبوب مرا بیابید، وی را گویید که من مریض عشق هستم. الان دیگه بیداره، نمیدونه داماد کی برمیگرده، نمیدونه داماد کی به آغوشش میاد، نمیدونه اینو، ولی میگه بهش بگید
من خوابیده بودم. بهانه جویی هم دیگه نمی کنم. بیدار شدم. واقعا بیدار شدم. در مصیبت ها هم افتادم. بهش بگید من مریض عشقم، دلم برای عشقش تنگ شده، برای کلمات دهانش، برای وجودش، برای آغوشش، برای دست مهربانش. من مریض عشق هستم. برید بهش بگید. در انتهای درس میخوام باز هم در حضور خدا از خودمون سوال کنیم، در موردش دعا کنیم. خدایا کجاهاست من دارم سردی نشون میدم؟ کجاهاست تو منو میخونی و من جواب نمیدم؟ کجاهاست تو میخوای وارد اون قسمت زندگیم بشی؟ من درو باز نمی کنم و ترجیح میدم من اینجا تو اونجا، من مشغول به این تو مشغول به اون. چه موانعی هست ای خداوند؟ چه چیزهایی نمیگذاره من برکت کامل رو از دست تو بگیرم؟ چه فرصت هایی هست که من دارم از دست میدم، داره به بتالت تلف میشه که قراره برای تو صرف بشه؟ ای خداوند به من نشون بده، منو به توبه بکشون. از خودمون سوال کنیم ای خداوند این چه مصیبت هایی که تو اجازه میدی من واردشون بشم، ولی فقط برای اینه که منو بیدار کنی. پس ای خداوند عطا کن تا وقتی در مصیبت ها وارد شدم، یعنی تو اجازه دادی من داخلش بشم، قرقر نکنم، همهمه نکنم، شکایت نکنم، در عوض به تو بچسبم، در عوض منو بیدار کنه. و ای خداوند عطا کن در آینده اشتباهات گذشته رو نکنم. گفته میشه ما همه اشتباه میکنیم، اما آدم عاقل اشتباه گذشته رو تکرار نمیکنه. ای خداوند به من این حکمت رو بده، این فهم رو بده. اگر تا به امروز من عاقلانه رفتار نکردم، ای کاش دل من با محبوبم کامل شود. امروز، فردا، در همه مواقع زندگی، همه جا، وقتی تنهام، وقتی با همسرم هستم، وقتی با بچه هام، وقتی با خانواده، وقتی با کلیسا، وقتی در خدمت، وقتی در جوامع بی ایمانی، هر جا هستم، ای کاش دل من همیشه با تو کامل باشه. این دعای منه برای خودم، برای شما، در نام عیسی مسیح. آمین. از